در فصل آخر از آموزش حل مسئله در سیستم های کنترل غیرخطی به حل مسائلی از روش های طراحی کنترل کننده های غیرخطی میپردازیم. ما در آموزش طراحی سیستم های کنترل غیرخطی که قبلا در مجموعه محترم فرادرز ضبط شده بود، طراحی این نوع از کنترل کننده ها رو آموزش دادیم. ما طراحی کنترل کننده های غیرخطی به روش های مختلف بر اساس تابع لیاپانوف که بهش CLF یا کنترل لیاپانوف فانکشن هم می گفتیم رو آموزش دادیم و همینطور کنترل پسگام یا بک استپینگ و همینطور کنترل تطبیقی فیدبک خطی ساز و در نهایت کنترل مود لغزشی. این چهار روش برای طراحی کنترل کننده های غیر خطی رو ما در آموزش طراحی سیستم های کنترل غیر خطی به صورت کامل مباحث تئوریش رو بیان کردیم و همینطور مثال هایی هم در اون آموزش آورده شد و در ادامه این آموزش می خواهیم که تمریناتی رو در رابطه با این روش ها ارائه بکنیم. اولین روش CLF یا کنترل لیاپانوف فانکشن هست که به این صورت بود که ما یک دینامیک غیر خطی به این صورت داریم که میتونه متغیر با زمان هم باشه که دارای نقطه تعادل مبدا مختصات هست. ما در مرحله اول در گام یک میومدیم یک تابع لیاپانوف مثبت معین انتخاب میکردیم و در گام دوم میومدیم وی دات ایکس رو محاسبه میکردیم و در گام سوم که مهمترین گام هست میومدیم یو را به نحوی انتخاب میکردیم، انتخاب یو به صورتی که وی دات ایکس کوچکتر از صفر باشه برای ایکس مخالف صفر. در این صورت یوی که در این مرحله به دست میاد که در واقع یک یوی تابعی از متغیرهای حالت هست، به این صورت بنویسیم قانون کنترل کننده را مشخص میکرد و در صورتی که یک همچین یوی وجود داشته باشه که وی دات ایکس کوچکتر از صفر باشه، در این صورت به وی ایکس CLF یا کنترل لیاپانوف فانکشن هم میگفتیم. در صورتی که فرضاً هدفمون پایدارسازی باشه، یعنی که ما دینامیک سیستم ایکسات مسایس با اف ایکس و تی و یو رو در اطراف نقطه تعادلش به صورت لوکالی و یا به صورت گلوبالی بخوایم پایدارسازی بکنیم، در این صورت یو تابع از ایکس به دست میآید. اما اگه هدفمون تراکینگ هم باشه، یعنی که متغیرهای حالت یک تراجکتوری دلخواه رو دنبال بکنن، در این صورت ممکنه که یو ایکس تابعی از مسیر دیزایرد و همینطور زمان هم باشه. یعنی در حالت کلی ممکنه که یو فقط تابعی از ایکس باشه و یا حتی تابعی از ایکس و زمان باشه و یا اینکه در حالت کلی تر تابعی از زمان، حالتها و ایکس دیزایرد یا مسیر مرجع هم باشه. خب بیایم به حل یک تمرین بپردازیم. دینامیک سیستم به این صورته که ایکس دبل دات مساویس با ایکس دات به توان دو منهای ایکس به توان دو و علاوه یو هست. این دینامیک سیستم هست که اگه بیایم متغیر حالت اول رو x و متغیر حالت دوم رو x دات در نظر بگیریم، در نتیجه دینامیک سیستم به این صورت به دست میاد. x1 دات برابر x2 هست و x2 دات هم طبق دینامیک سیستم برابر x2 به توان 2 منهای x1 به توان 2 و علاوه u به دست میاد. خب اگه بیایم حالت unforced رو در نظر بگیریم، یعنی زمانی که u برابر 0 هست، در این صورت x1 دات برابر x2 هست و x2 دات هم برابر x2 به توان 2 منهای x1 به توان 2 هست. حال می‌خواهیم که برای سیستم حلقه باز، یعنی زمانی که u برابر 0 هست، پایداری رو بررسی بکنیم و سپس در گام بعدی بیایم یک کنترل کننده مناسب، یعنی یک سیگنال u مناسب انتخاب بکنیم که پایدارسازی نقطه تعادل انجام بشه. وی ایکس رو به این صورت در نظر میگیریم، یک دوم نرم ایکس به توان دو که برابر یک دوم ایکس یک به توان دو به علاوه یک دوم ایکس دو به توان دو هست و در نتیجه وی دات ایکس برابر ایکس یک ضرب در ایکس دو به علاوه ایکس دو به توان سه منهای ایکس یک به توان دو ضرب در ایکس دو به دست میاد.
میایم از عبارت اول و دوم از یک x2 فاکتور میگیریم، به این صورت می‌نویسیم x2 ضرب در 1 منهای x1 به توان 2 علاوه x2 به توان 3. حال با استفاده از قضیه ناپایداری لیاپانوف میتونیم نشون بدیم که این نقطه تعادل ناپایدار هست. فرض کنید که محور افقی x1 و محور عمودی هم x2 باشه. باید ناحیه‌ای رو پیدا بکنیم که vx مثبت و v دات هم منفی باشه. vx که مشخصه که همواره بزرگتر از 0 هست، برای x مخالف 0، یعنی در کل فضا vx مثبت هست به جز مبدأ. اما برای اینکه v دات مثبت باشه باید x2 مثبت باشه. یک ناحیه دلخواه رو انتخاب می‌کنیم، x2 رو مثبت انتخاب می‌کنیم، در نتیجه x2 به توان 3 و همینطور ضریب x2 مثبت هست و همینطور یک منهای x1 به توان 2 هم مثبت انتخاب میکنیم، یعنی این که x1 بین منهای 1 و 1 باشه. این x1 مساوی با منهای 1 هست و این هم x1 مساوی با مثبت 1 و گفتیم که x2 هم باید مثبت باشه. پس در ناحیه قرمز رنگ، یعنی ناحیه‌ای که بین خطوط x1 مساوی با منهای 1، x1 مساوی با مثبت 1 و این خط پایینی هم x2 مساوی با 0 هست، در داخل این ناحیه هم vx مثبت هست هم v دات x مثبت هست. پس طبق قضیه ناپایداری لیاپانوف نقطه تعادل 0 و 0 ناپایدار هست و برای پایدارسازی لازمه که از یک قانون کنترل غیرخطی u استفاده بکنیم. اما قبل از اینکه کنترل کننده غیرخطی u رو طراحی بکنیم، بیایم از روشی که ما در کنترل کلاسیک استفاده می‌کردیم برای طراحی کنترل کننده استفاده بکنیم. من دینامیک سیستم رو یه بار دیگه می‌نویسم اینجا. x که دات برابر x2 هست و x2 دات هم برابر x2 به توان 2 منهای x1 به توان 2 علاوه U هست. این دینامیک سیستم غیرخطیه و ما در کنترل کلاسیک می اومدیم کنترل کننده رو بر اساس سیستم خطی شده طراحی می کردیم. سیستم خطی شده رو به دست میاریم. معادله اول که خودش خطی هست، لازم نیست خطی سازی انجام بشه و باید معادله دوم رو خطی سازی بکنیم و کافیه که فقط ترم هایی که نسبت به x1 و x2 درجه 1 هستن اونها رو نگه داریم و بقیهشون رو حذف بکنیم. اونایی که از درجه 2 به بالا هستن رو حذف میکنیم. پس x2 و x1 حذف میشه و x2 دات برابر u به دست میاد. اگه این رو برابر f1 و عبارت پایینی رو هم برابر f2 قرار بدیم، f1 که خودش خطی هست، یعنی x2 خطی هست، پس خودش رو جایگذاری میکنیم. اما در قسمت پایینی اصل این عبارت به این صورته که باید در اینجا روند f2 روند x1 در نقطه x مساوی با 0 ضرب در x1 علاوه روند f2 روند x2 در x مساوی با 0 ضرب در x2 علاوه u قرار بگیره، که روند f2 به روند x1 برابر منهای 2x1 هست که اگه x1 رو 0 قرار بدیم برابر 0 به دست میاد، پس این ترم 0 میشه و همینطور روند f2 به روند x2 هم برابر 2x2 هست که در نقطه تعادل برابر 0 به دست میاد و سرکل x دات هم برابر u به دست میاد. حال چون یک فرم فضا حالت خطی داریم، براتی میتونیم از فیدبک حالت استفاده بکنیم. u رو برابر منهای kx در نظر میگرفتیم، یعنی منهای k1 x1 منهای k2 x2. این یک فیدبک حالت هست. u رو اگه در سیستم اصلی جایگذاری بکنیم، x1 دات برابر x2 و x2 دات هم برابر منهای k1 x1 منهای k2 x2 به دست میاد، که ما این رو میتونیم به فرم ماتریسی هم بنویسیم. 0 1 و منهای k1 و منهای k2 ضرب در x. و برای اینکه رفتار سیستم حلقه بسته عملکرد مطلوبی داشته باشه، میتونیم فرض بکنیم که محل قطبای حلقه بسته مثلا در محلهای منهای 1 و منهای 2 قرار بگیرن. این محل قطبای مطلوب هست که بستگی به نظر طراح ممکنه که منهای 1 و منهای 2 نباشه و مقادیر حتی موهومی هم میتونه باشه و یا بستگی به مشخصاتی که ما از سیستم حلقه بسته داریم که بر اساس مقدار پارامترهای قابل تحمل، یعنی بر اساس میزان بالازدگی قابل تحمل، بر اساس زمان نشست و حتی بر اساس مشخصات فرکانسی محل قطبا به دست میاد. خب این محل قطبا در واقع همون مقادیر ویژه ماتریس A هستن. اگه ما معادله مشخصه ماتریس A رو به دست بیاریم، برابر S2 به علاوه K2 S به علاوه K1 به دست میاد. این یک فرم کانونی کنترل پذیر هست که معادله مشخصش به راحتی برابر S2 به علاوه K2 S به علاوه K1 به دست میاد.
K2 و K1 رو باید به دست بیاریم. خب اگه فرضاً این معادله درجه دوم دو تا ریشه داشته باشه، جمع ریشه ها برابر منهای K2 هست. خب ریشه ها برابر منهای 1 و منهای 2 هستن، جمعشون برابر منهای 3 هست، پس K2 برابر 3 هست. و همینطور ضرب ریشه ها برابر K1 هست، پس K1 برابر منهای 1 ضرب در منهای 2 برابر 2 هست. پس به این راحتی K1 و K2 رو به دست آوردیم. حال میخواهم این قانون کنترل رو، یعنی یو مسایس با منهای که ایکس رو که یک فیدبک حالت خطی هست رو به سیستم غیر خطی اصلی اعمال بکنیم. ایکسی که دات مسایس با x2 هست و x2 دات هم برابر x2 بتان 2 منهای x1 بتان 2 به علاوه یو هست که یو هم برابر منهای که یک x1 منهای k2 x2 هست، یعنی منهای 2x1 منهای 3x2. این سیستم حلقه بسته اصلی هست. حال بیاییم پایداری این سیستم رو با در نظر گرفتن این ترم های غیر خطی بررسی بکنیم، که در واقع در هنگام طراحی ما این ترم های غیر خطی رو در نظر نگرفتیم. و میدونید که اگر سیستم اصلی خطی بود و ما از فیدبک حالت استفاده میکردیم و قطبای حلقه بسته رو در جای مطلوب قرار میدادیم، در این صورت نوع پایداری پایداری جهانی بود. یعنی برای سیستم های خطی در صورتی که از فیدبک حالت پایدار کننده استفاده بکنیم، پایداری نقطه تعادل پایداری مجانبی نمایی جهانی هست. اما در اینجا چون سیستم اصلی غیر خطی هست و ما در هنگام طراحی کنترل کننده ترم های غیر خطی رو لحاظ نکردیم، در این صورت ممکنه که نوع پایداری پایداری جهانی نباشه و پایداری از نوع محلی باشه، که در اینجا می‌خوایم اون رو بررسی بکنیم. خب تابع لیاپانوف رو مثل حالت قبل برابر 1/2 x1 بتان 2 علاوه 1/2 x2 بتان 2 در نظر می‌گیریم، که v دات برابر x1 ضرب در x1 دات علاوه x2 ضرب در x2 دات هست. پس v دات x برابر x1 ضرب در x2 هست به علاوه x2 بتان 3 منهای x1 بتان 2 ضرب در x2 منهای 2 x1 ضرب در x2 و منهای 3 x2 بتان 2 به دست میاد. ترم های مشابه رو در کنار هم میذاریم. x2 بتان 2 از در واقع جملات دومی و آخری فاکتور میگیریم، برابر x2 منهای 3 به دست میاد. جملات 1 و 4 با هم ساده میشن و منهای x1 ضرب در x2 به دست میاد و این عبارت منهای جمله سوم میشه که خودش رو میگیم، منهای x1 بتان 2 ضرب در x2. بیایم از یک x1 ضرب در x2 هم فاکتور بگیریم، منهای x1 ضرب در x2 ضرب در 1 به علاوه x1. این v دات x هست. حال باید ناحیه‌ای رو پیدا بکنیم که در داخل اون ناحیه v دات x مثبت باشه. یعنی ما می‌خواهیم نواحی رو پیدا بکنیم که سیستم حلقه بسته در اون نواحی ناپایدار باشه. باید بیایم ناحیه‌ای رو پیدا بکنیم که v دات x در اون ناحیه مثبت باشه. میایم x2 بتان 2 که خودش مثبت هست، یعنی منفی نمیشه و میتونه بر روی محور افقی مقدار 0 رو به خود بگیره، اما x2 باید بزرگتر از 3 باشه. این خط x2 مساویس با 0 هست که باید بالای این منحنی رو در نظر بگیریم که x2 بتان 2 ضرب در x2 منهای 3 کلن بزرگتر از 0 باشه. و همینطور کاری میکنیم که منهای x1 ضرب در x2 مثبت باشه. پس ما باید یا ربع دوم و یا ربع چهارم رو در نظر بگیریم، که با توجه به اینکه x2 باید بزرگتر از 3 باشه، پس ربع دوم رو در نظر میگیریم و همینطور 1 علاوه x1 هم باید بزرگتر از 0 باشه. پس اینم خط x1 مساویس با منهای 1 که اشتراک همه این نواحی اینجا هست. در این ناحیه v دات x مثبت هست. البته ما با وجود اینکه این ناحیه رو به دست آوردیم، اما نمیتونیم بگیم که در این ناحیه نقطه تعادل ناپایدار هست، چرا که این نقطه همسایگی از نقطه تعادل نیست و باید بیایم از یک فرم دیگه استفاده بکنیم. بیایم v دات x رو به فرم دیگه بنویسیم، v دات x به این صورت که جملات دوم و سوم در کنار هم قرار میدیم، یعنی x2 ضرب در x2 بتان 2 منهای x1 بتان 2 و همینطور x1 ضرب در x2 منهای 2 x1 ضرب در x2 برابر منهای x1 ضرب در x2 منهای 3 x2 بتان 2 میشه، که در کل ما میتونیم از یک x2 هم فاکتور بگیریم، x1 به علاوه 3 x2.
برای این فرم جدید که دقیقاً معادل همون v دات x قبلی هست، باز هم میایم ناحیه رو پیدا میکنیم که v دات x مثبت باشه. x 2 رو مثبت انتخاب میکنیم، پس بالای محور حقیقی هستیم. یا این بار میایم برای اینکه این ترم مثبت باشه، میایم کاری میکنیم که x2 منفی باشه و همینطور x2 به تان 2 منهای x1 به تان 2 هم منفی بشه، ضرب دو تا عدد منفی مثبت خواهد شد. پس ما میایم پایین محور رو انتخاب میکنیم. پس x2 کوچکتر از 0 انتخاب میشه و همینطور x2 به تان 2 باید کوچکتر از x1 به تان 2 باشه، که از اینجا میتونیم نتیجه بگیریم که x2 باید بین خط منهای x1 و خط مثبت x1 باشه. این خط مثبت x1 است و این هم خط x2 مساوی با منهای x1، و با توجه به اینکه x2 بین منهای x1 و مثبت x1 هست، پس ما باید بین این دو تا خط رو در نظر بگیریم که اشتراک این ناحیه با x2 کوچکتر از 0 این ناحیه هست. خب فعلا این ناحیه رو به دست آوردیم. حال باید در داخل این ناحیه یک ناحیه دیگه پیدا بکنیم که عبارت منهای x2 ضرب در x1 به علاوه 3x2 هم مثبت بشه. چون x2 کوچکتر از 0 هست، پس منهای x2 خودش بزرگتر از 0 هست. پس تنها کافیه که x1 به علاوه 3x2 باید مثبت باشه. یعنی x1 به علاوه 3x2 باید مثبت باشه، در نتیجه x2 باید بزرگتر از منهای x1 تقسیم بر 3 باشه. این خط رو هم رسم می‌کنیم. یه خط با شیب منفی و به این صورت است. و چون x2 باید بزرگتر از منهای x1 تقسیم بر 3 باشه، باید بالای این منحنی رو در نظر بگیریم. اشتراک بالای منحنی جدید و ناحیه قبلی که به دست آوردیم این ناحیه هست. و ناحیه قبلی رو میتونم پاک بکنیم. در داخل ناحیه قرمز رنگ که همسایگی از نقطه تعادل مبدأ هست، هم vx مثبت هست و هم v دات x مثبت هست، که نشون میده که میتونیم نتیجه بگیریم که اگه شرایط اولیه در داخل این ناحیه قرار گرفت، سیستم حلقه بسته ناپایدار خواهد شد، با وجود اینکه ما بررسی کردیم که در اینجا سیستم خطی شده پایدار جهانی هست، اما سیستم اصلی که چون غیر خطی هست در داخل ناحیه قرمز رنگ، یعنی بین خط x2 مساوی با 0 و x2 بزرگتر از منهای x1 تقسیم بر 3 در ناحیه چهارم ناپایدار خواهد بود. که این مثال نشون میده که ما با استفاده از کنترل کننده های خطی برای سیستم های غیر خطی ممکنه که نتونیم در کل فضا نقطه تعادل رو پایدار بکنیم و لازمه که بیایم از کنترل کننده های غیر خطی استفاده بکنیم. حال در ادامه میخواهم که بر اساس روش کنترل یا پانو فانکشن یک کنترل کننده غیر خطی طراحی بکنیم. x1 دات برابر x2 هست و x2 دات هم برابر x2 به تان 2 منهای x1 به تان 2 به علاوه u بود. درسته؟ و تابل یاپانوف رو ما به فرم کوادراتیک در نظر میگیم. نرم x به تان 2 که برابر 1 دوم x1 به تان 2 به علاوه 1 دوم x2 به تان 2 هست، و در نتیجه v دات رو محاسبه بکنیم برابر x1 ضرب در x2 هست به علاوه x2 به تان 3 منهای x1 به تان 2 ضرب در x2 به علاوه x2 ضرب در u. میایم از یک x2 فاکتور میگیریم، x2 ضرب در x1 به علاوه x2 به تان 2 منهای x1 به تان 2 به علاوه u، و حال u رو به نفی انتخاب میکنیم که v دات منفی معین بشه، و یا اینکه میتونه منفی نیمه معین باشه و سپس بتونیم از قضیه لاسال نتیجه بگیریم که با وجود منفی معین بودن v دات، اما نقطه تعادل همچنان پایدار مجانبی هست. بیاین فرض کنیم که این عبارت برابر مثلا منهای x1 به تان 2 منهای x2 به تان 2 باشه، یعنی که برابر یک عبارت منفی معین قرار میدیم. در نتیجه از اینجا میتونیم u رو به دست بیاریم. u برابر منهای x1 به علاوه x2 به تان 2 منهای x1 به تان 2 منهای x1 به تان 2 به علاوه x2 به تان 2 تقسیم بر x2 به دست میاد، که این u باعث میشه که vx که خودش مثبت هست همواره بزرگتر از 0 هست برای x مخالف 0، و v دات هم منفی معین بشه. اما اشکالی که داره اینه که x2 در مخرج قرار داره. وقتی که x2 در مخرج قرار داشته باشه و سیستم حلقه بسته هم پایدار مجانبی باشه، در نهایت x2 به سمت 0 میل میکنه. وقتی که x2 به سمت 0 میل کرد، مخرج این کسر به سمت 0 میره، که باعث میشه که سیگنال کنترلی خیلی بزرگ بشه که باعث صدمه زدن به سیستم حلقه بسته بشه. پس این
روش درستی نیست، چرا که باعث بی‌نهایت شدن یو خواهد شد. بیایم یک حالت دیگر رو در نظر بگیریم، یعنی حالتی که باید به این نکته هم دقت کنیم که در هنگام طراحی کنترل کننده، یعنی هنگام انتخاب یو، قانون کنترل باید به صورتی به دست بیاد که در صورت محدود بودن متغیرهای حالت، یو هم یعنی سیگنال کنترلی هم باید محدود بمونه. در اینجا می‌بینیم که x1 و x2 اگه محدود بمونن، مثلا به سمت 0 برن، در این صورت x2 که در مخرج قرار داره 0 بشه، یو به سمت بی‌نهایت میره و یو از حالت محدود بودن خارج میشه. بیایم یک حالت دیگر رو در نظر بگیریم، یعنی وی دات، این حالت 1 بود. در حالت 2 بیایم فرض کنیم که وی دات برابر منهای x2 به توان 2 بشه، یعنی یک عبارت منفی نیمه معین بشه که بعدا میتونیم از قضیه لاسال هم برای اثبات پایداری مجانبی استفاده بکنیم. در این صورت یک x2 در اینجا داریم، باید داخل پرانتز برابر منهای x2 باشه تا وی دات برابر منهای x2 به توان 2 بشه. پس یو برابر منهای x1 منهای x2 علاوه x1 به توان 2 منهای x2 به توان 2 به دست میاد. این یو باعث میشه که وی دات برابر منهای x2 به توان 2 بشه که منفی معین هست که نشون میده که حالتا پایدار هستن. اما برای اثبات این که پایدار مجانبی هم هستن، باید بیایم از قضیه لاسال استفاده بکنیم. دینامیک سیستم حلقه بسته در این حالت برابر x1 داد مساوی با x2 هست و x2 داد هم برابر x1 به توان 2 x2 به توان 2 منهای x1 به توان 2 علاوه u هست که u هم برابر منهای x1 منهای x2 علاوه x1 به توان 2 منهای x2 به توان 2 به دست آوردیم که این جمله با این جمله حذف میشه، جمله اول و آخر هم با هم حذف میشن و x2 داد برابر منهای x1 منهای x2 به دست میاد که در واقع نشون میده که سیستم حلقه بسته یک سیستم خطی هست، یعنی سیستم حلقه بسته به این صورت میتونیم اون رو بنویسیم 0-1 منهای 1 و منهای 1 ضرب در x. مقادیر ویژه ماتریس A رو به دست بیاریم برابر ریشه های چند جمله ای لاندا به توان 2 به علاوه لاندا به علاوه لاندا هست که اگه این ریشه ها رو به دست بیاریم، واقعا این لاندایی که در اینجاست منظورم ریشه های چند جمله ای هست، بهتره که به این صورت بنویسیم. خب این ریشه ها برابر 1 منفی به علاوه منهای رادیکال 3 جی تقسیم بر 2 هست که قسمت حقیقیشون همواره کوچکتر از 0 هست. پس میتونیم نتیجه بگیریم که سیستم حلقه بسته پایدار نمایی جهانی هست، نمایی به این دلیل که در واقع با قانون کنترلی که به این صورت به دست آوردیم، دقیقاً سیستم حلقه بسته تبدیل به یک سیستم خطی شد و برای سیستم های خطی هم اگر قطبای سیستم در سمت چپ محور ج اومگا قرار بگیرن، پایداری مجانبی و پایداری نمایی یکسان هستند. پس سیستم حلقه بسته پایدار نمایی هست و پایدار جهانی هم به این دلیل که واسه هم سیستم حلقه بسته یک سیستم خطی پایدار هست و همین که وی ایکسی که در نظر گرفتیم رادیالی آن باندد هست. پس در کل میتونیم نتیجه بگیریم که سیستم حلقه بسته پایدار نمایی جهانی هست، در حالی که ما در روش قبل که از کنترل کننده های خطی فیدبک حالت استفاده کردیم به کنترل مجانبی محلی رسیدیم، یعنی در نقاطی که در خارج از این بازه هستیم، در خارج بازه قرمز رنگ سیستم حلقه بسته پایدار هست، اما در داخل ناحیه قرمز رنگ سیستم حلقه بسته ناپایدار هست. و نکته دیگه که باید بهش دقت کنیم این است که در اینجا قطبای حلقه بسته در محلهای 1 منفی به علاوه منهای رادیکال 3 جی تقسیم بر 2 قرار گرفتند، یعنی 1 منفی تقسیم بر 2 به علاوه منهای رادیکال 3 دوم جی که قطبای موهومی هستند. ممکنه که این قطبا مورد دلخواه ما نباشن، یعنی قطبا برای عملکرد سیستم حلقه بسته با وجود اینکه پایدار نمای جهانی هست اما مناسب نباشه و بخوایم که محل قطبای حلقه بسته مثلا در محلهای 1 منفی و 2 منفی قرار بگیرن. در این صورت چیکار میکنیم؟ برمیگردیم در اینجا که گفتیم که ویدات رو برابر منهای x2 به توان 2 قرار میدیم، برمیگردیم در اینجا یک پارامتر مثبتی هم در نظر میگیریم، یعنی ویدات رو برابر منهای k x2 به توان 2 در نظر میگیریم که k یه پارامتر مثبتی هست. در این صورت u که به دست میاد برابر منهای x1 به علاوه x1 به توان 2 منهای x2 به توان 2 منهای k x2 هست و در نتیجه در این حالت سیستم حلقه بسته به این صورته: x1 داد برابر x2 هست و x2 داد هم برابر منهای x1 منهای k x2 به دست میاد. یورو
در سیستم اصلی جایگذاری بکنیم، ترم های غیر خطی حذف میشن. در این صورت ماتریس سیستم خطی شده برابر 0 1 1 منفی و منهای k هست. و دقت کنید که با استفاده از قانون کنترل، سیستم اصلی که غیر خطی بود تبدیل به یک سیستم حلقه بسته خطی شده شد. این در واقع همون ایده فیدبک خطی ساز هست که بعداً تمرینات اون رو هم انجام میدیم. در این حالت معادله مشخصه ماتریس A برابر S به توان 2 به علاوه KS به علاوه 1 هست و ما با انتخاب مناسب K میتونیم محل قطبای سیستم رو در یک جای مشخص قرار بدیم. در این حالت ریشه ها برابر منهای K تقسیم بر 2 به علاوه منهای رادیکال K به توان 2 منهای 4 تقسیم بر 2 به دست میان که با انتخابای مختلف K میتونیم محل قطبای حلقه بسته رو در جاهای مشخصی قرار بدیم. در مسئله بعدی فرض کنید که x1 دات برابر منهای 3x1 به علاوه 2x1 ضرب در x2 به توان 2 به علاوه u باشه و همینطور x2 دات هم برابر منهای x2 منهای x2 به توان 3 باشه و میخواهیم که با استفاده از روش کنترل یافانو فانکشن قانون کنترل یو رو به نفعی به دست بیاریم که نقطه تعادل این سیستم پایدار مجانبی جهانی باشه. تابع لیاپانوفی که در نظر میگیریم برابر 1 دوم x1 به توان 2 به علاوه 1 دوم x2 به توان 2 هست که برای x مخالف 0 این تابع بزرگتر از 0 هست، نتیجه vx رادیالی آنباندد و مثبت معین هست. و دقت کنید که ما وقتی که vx رو به این صورت در نظر میگیریم با وجود اینکه مثبت معینه، در نهایت قانون کنترل U بر اساس این تابع لیاپانوف به دست میاد. پس انتظار داریم که انتخاب تابع لیاپانوف بر روی عملکرد سیستم حلقه بسته هم تأثیر خواهد گذاشت. ما با استفاده از روش تابع لیاپانوف ما فقط میتونیم تضمین بکنیم که عملکرد سیستم حلقه بسته همواره پایدار مجانبی هست، اما نمیتونیم عملکرد رو تضمین بکنیم. ما در پروسه‌های کنترلی واقعی هم عملکرد داریم هم پایداری. با روش کنترل یاپانو فانکشن ما فقط میتونیم انتظار داشته باشیم که پایداری رو به صورت تضمین شده داریم، اما عملکرد رو نمیتونیم تضمین بکنیم. برای اینکه به عملکرد مناسب هم برسیم باید یک سری قیدهایی رو بر روی انتخاب تابع یاپانو فاید در نظر بگیریم که مثلا در مثال قبلی ما اومدیم تابع یاپانو رو به صورت کوادراتیک در نظر گرفتیم و در نهایت گفتیم که وی دات برابر منهای k x2 به توان 2 باشه که با استفاده از k میتونیم عملکرد رو بهبود ببخشیم و همینطور میتونیم یک عامل دیگه ای که میتونه در مثال قبلی عملکرد رو بهبود بده اینه که ما بیایم به جای اینکه از این تابع یاپانوف استفاده بکنیم مثلا در اینجا هم یک سری ضرایب مثبت قرار بدیم، مثلا در صورت به جای 1 از آلفا و همینطور در اینجا هم به جای صورت به جای اینکه در صورت از یک استفاده بکنیم از بتا استفاده بکنیم که آلفا و بتا پارامترهای مثبتی هستن و با انتخاب آلفا، بتا و کی که در اینجا در نظر گرفته ایم میتونیم عملکرد سیستم حلقه بسته رو هم تضمین شده و بهبود ببخشیم. اما ما برای سادگی فعلا تابع لیاپانوف رو به صورت ساده شده به صورت ساده و برابر 1 دوم x1 به توان 2 علاوه 1 دوم x2 به توان 2 در نظر میگیریم. خب v دات x رو محاسبه میکنیم برابر x1 ضرب در x1 دات هست به علاوه x2 ضرب در x2 دات. خب x1 x2 دات برابر منهای 3 x1 به توان 2 به علاوه 2 x1 به توان 2 x2 به توان 2 به علاوه x1 u هست و x2 ضرب در x2 دات هم برابر x2 به توان 2 منهای x2 به توان 4 هست. خب در این صورت میبینیم که در واقع این ترم یعنی منهای x2 به توان 2 منهای x2 به توان 4 خودش منفی هست، همینطور عبارت منهای 3x1 به توان 2 هم خودش منفی هست و تنها عبارتی که علامتش مشخص نیست این عبارت هست و ما میتونیم مثلا این عبارت رو برابر 0 قرار بدیم، یعنی 2x1 به توان 2 x2 به توان 2 علاوه x1 ضرب در u رو برابر 0 قرار بدیم که از اینجا u برابر منهای 2 x1 ضرب در x2 به توان 2 به دست بیاد که در این صورت v دات x برابر منهای 3x1 به توان 2 منهای x2 به توان 2 منهای x2 به توان 4
به دست میاد که کاملا واضحه که این یک تابع منفی معین هست و نشون میده که اگه یو رو ما به این صورت در نظر بگیریم، وی دات به این صورت به دست میاد و سیستم حلقه بسته پایدار مجانبی جهانی هست. خب ما برای سادگی در اینجا برابر صفر قرار دادیم که وی دات به این صورت به دست اومد. و یا حتی میتونیم در مورد بعدی این ترم رو برابر یک ترم مثلا منفی بر حسب x1 هم میتونیم در نظر بگیریم. مثلا این ترم رو برابر منهای x1 به توان 4 میتونیم به این صورت در نظر بگیریم که در این صورت 2x1 به توان 2 x2 به توان 2 علاوه x1 ضرب در u باید برابر منهای x1 به توان 4 باشه. بعدن چیز در اینجا u به دست میاد، u برابر منهای 2 x1 ضرب در x2 به توان 2 منهای x1 به توان 3 به دست میاد، که در این حالت یک ترم جدید به تابع لیاپانوف اضافه میشه که من ترم جدید رو به صورت قرمز رنگ نشون میدم. این ترم جدید برابر منهای x1 به توان 4 هست که باز هم همواره منفی معین هست. این که ما در واقع این ترم رو برابر 0 قرار بدیم و این که برابر منهای x1 به توان 4 قرار بدیم، همه اینها با وجود اینکه تضمین میکنه که سیستم حلقه بسته پایدار مجانبی هست، اما بر روی عملکرد تأثیر خواهند گذاشت که ما با شبیه‌سازی هایی که در نرم‌افزار مطلب هم در آموزش طراحی سیستم‌های کنترل غیرخطی این رو با شبیه‌سازی نشون دادیم که انتخاب وی داد به فرم مناسب و همینطور خود انتخاب وی ایکس به فرم مناسب بر روی عملکرد تأثیر خواهد گذاشت، که هرچه وی داد ایکس منفی تر باشه، منفی در واقع درجه منفی معین بودنش بالاتر باشه، انتظار داریم که حالتهای سیستم با سرعت بیشتری به سمت صفر همگرا بشن. چرا که اگه ما در حالت قبل وی داد ایکس برابر منهای 3 ایکس به توان 2 منهای 2 منهای x2 به توان 2 منهای x2 به توان 4 بود، اما در این حالت منهای x1 به توان 4 هم بهش اضافه شده، که این باعث میشه که در واقع انرژی vx که بیان انرژی حالتهای سیستم هست با سرعت بیشتری به سمت صفر همگرا بشه. در واقع میتونیم انتظار داشته باشیم که اگه ما قانون کنترل رو به این صورت در نظر بگیریم، انتظار داریم که به زمان نشست کمتری برسیم. اما به ساختار سیستم دقت بکنیم، یه جوری دیگه هم میشه این سیستم رو تحلیل بکنیم. x2 دات برابر منهای x2 منهای x2 به توان 3 هست، یعنی متغیر حالت دوم رو بنویسیم، x2 دات برابر منهای x2 منهای x2 به توان 3 هست، که یک سیستم ایزوله هست، یعنی یک حالت مجزا هست، که اگه برای این حالت مجزا بیاییم پایداریش رو بررسی بکنیم، v x رو برابر 1 دوم x2 به توان 2 در نظر میگیریم، در نتیجه v دات x برابر x2 ضرب در x2 دات به دست میاد که برابر منهای x2 به توان 2 منهای x2 به توان 4 به دست میاد، که همواره کوچکتر از 0 هست، که نشون میده که x2 پایدار مجانبی جهانی هست. پس میتونیم کلا تمرکزمون رو از روی x2 دات برداریم، یعنی از روی در واقع معادله دومی برداریم و فقط به معادله اول دقت بکنیم. معادله اول هم x1 دات برابر منهای 3x1 به علاوه 2x1 ضرب در x2 به توان 2 به علاوه u هست، و فقط با توجه به معادله اول u رو به نفی انتخاب میکنیم که سیستم در واقع حلقه بسته x1 دات مساوی با منهای 3x1 به علاوه 2x1 ضرب در x2 به توان 2 به علاوه u داره عملکرد مناسب باشه. خب اگه به این دو ترم اول دقت کنیم، یعنی x1 دات مساوی با منهای 3x1، میبینیم که در واقع این ترم یک سیستم خطی هست، محل قطبش برابر منهای 3 هست که پایدار نمایی هست، و عدن چه برای اینکه به این سیستم برسیم باید جمع جملات دوم و سوم رو باید برابر 0 قرار بدیم، یعنی 2x1 ضرب در x2 به توان 2 علاوه u رو باید برابر 0 قرار بدیم، که از اینجا u برابر منهای 2x1 ضرب در x2 به توان 2 به دست میاد. یعنی اگه ما u رو به این صورت در نظر بگیریم، سیستم حلقه بسته به این صورته، x2 داد که فرقی نمیکنه، یعنی u بر روی دینامیک دوم تأثیری نداره و در واقع x2 یه جوری جزء مود کنترل ناپذیر هست، اما چون اون مود کنترل ناپذیر خودش پایدار مجانبی هست، پس ما میتونیم مثلا x2 رو در نظر نگیریم و فقط بر اساس x1 کنترل کننده رو طراحی بکنیم. در این صورت x1 داد برابر منهای 3x1 به دست میاد، که یک در واقع دینامیک پایدار نمایی جهانی هست که محل قطبش هم برابر منهای 3 هست، و یعنی که ممکنه که ما بخوایم که محل قطب برابر مثلا منهای 4 باشه، یعنی سرعت سیستم رو
بیشتر بکنیم و زودتر به نقطه تعادل برگردیم. یعنی در این صورت باید x که داد برابر منهای 4x به دست بیاد. یعنی u رو باید به این صورت انتخاب بکنیم. منهای x1 منهای 2 x1 ضرب در x2 به توان 2. اگه این u رو در داخل دینامیک سیستم x که داد جایگذاری بکنیم، x که داد برابر منهای 4x1 به دست میاد که محل قطبش برابر منهای 4 هست. و یا اینکه با توجه به مشخصاتی که از سیستم حلقه بسته داریم میتونیم محل قطب حلقه بسته رو تعیین بکنیم و از این طریق یوی مناسب رو انتخاب بکنیم. و مسئله دیگه این که ما در سیستم قبلی که برابر x که داد مساوی با منهای 3x1 به علاوه 2x1 ضرب در x2 به توان 2 به علاوه u بود و x2 داد هم برابر منهای x2 منهای x2 به توان 3 بود، ممکنه که ما یک خروجی داشته باشیم که این خروجی ممکنه که متغیر حالت اول یعنی x1 باشه که دوست داریم x1 مسیر دیزایرد x1 دی یا x1 دیزایرد رو دنبال بکنه. یعنی دوست داریم که اگه بر حسب زمان رسم بکنیم x1 دی و x1، مثلا اگه مسیر دیزایرد رو به فرم یک سینوسی در نظر بگیریم، دوست داریم که x1 هم به صورت در واقع مجانبی x1 دیزایرد رو دنبال بکنه. یعنی در ابتدا ممکنه که یک سری خطا داشته باشن اما این خطا به مرور به سمت صفر بره و به صورت مجانبی x1 برابر x1 دی بشه. در این صورت u رو باید به چه نحوی انتخاب بکنیم؟ این در واقع این مسئله ردیابی هست. مسئله ردیابی یا مسئله تراکینگ هست که در کنترل غیرخطی به راحتی ما میتونیم مسائل ردیابی رو تبدیل به مسائل پایدارسازی که قبلا بررسیش کردیم بکنیم. خب یک متغیر حالت جدید تعریف میکنیم e که برابر x1 منهای x1 d هست که e دات برابر x1 دات منهای x1 d دات هست و x1 دات هم برابر منهای 3x1 به علاوه 2x1 ضرب در x2 به توان 2 به علاوه u منهای x1 d دات هست. و ما مسئله ردیابی رو میتونیم تبدیل به یک مسئله پایدارسازی بکنیم. یعنی این دینامیک رو باید پایدار مجانبی بکنیم. و باز هم چون x2 دات یک دینامیک مجزا هست میتونیم مثلا x2 دات رو در نظر نگیریم، البته به شرط اینکه پایدار مجانبی باشه که برای این سیستم هست و فقط بیایم بر اساس معادله ای دات مساوی با منهای 3x1 به علاوه 2x1 ضرب در x2 به توان 2 به علاوه u منهای x دات 1 دی بیایم قانون کنترل u رو به دست بیاریم. خب در این حالت میایم تابل لیاپانوف رو برابر 1 دوم ای به توان 2 در نظر میگیریم و در نتیجه v دات ای برابر ای ضرب در ای دات به دست میاد که ای دات هم برابر منهای 3x1 علاوه 2x1 ضرب در x2 به توان 2 منهای x1 d دات علاوه u به دست می آید. خب چون v e یک تک متغیره هست، یعنی e یک اسکالر هست، در نتیجه اگه ما v دات رو برابر منهای k e به توان 2 قرار بدیم که k ترم مثبتی باشه، در این صورت v دات منفی معین هست، در نتیجه انتظار داریم که اگه u پیدا بکنیم که این رابطه برقرار باشه، دینامیک e دات پایدار مجانبی هست و به صورت مجانبی ای به سمت صفر میل میکنه. وقتی که ای به سمت صفر میل کرد یعنی اینکه x1 هم به سمت x1 دیزایرت میل میکنه. خب برای اینکه این رابطه برقرار باشه باید داخل پرانتز برابر منهای k e باشه. پس u برابر 3x1 منهای 2x1 ضرب در x2 به توان 2 به علاوه x1 d دیزایرت منهای k e باید به این صورت در نظر بگیریم که ای هم برابر منهای x1 دیزایرت هست که این u باعث میشه که v دات برابر منهای k ای به توان 2 باشه و سیستم حلقه بسته پایدار مجانبی باشه و به صورت مجانبی x1 به سمت x1 دیزایرت میل بکنه. این k یک پارامتر آزاد هست و با انتخابهای مختلفی که برای k داریم میتونیم در واقع نحوه میل کردن x1 به سمت x1 دیزایرت رو تصحیح بکنیم. یعنی که ممکنه که اگه k رو بزرگ انتخاب بکنیم x1 با سرعت خیلی زیادی به سمت x1 دیزایرت میل بکنه اما در لحظات اولیه ممکنه که داره اوورشوت زیادی باشه، اما اگه k رو کوچیک انتخاب بکنیم ممکنه که x1 با سرعت کمتری به سمت x1 دیزایرت میل بکنه اما داره
اورشوت کمتری باشه. پس با انتخاب مناسبی که برای کی انجام میدیم میتونیم به مثلا اورشوت مناسب و سرعت مناسب برسیم. پس در نهایت U به این صورت به دست میاد. 3x1 منهای 2x1 ضرب در x2 به طعن 2 علاوه x1 دیزایرد دات منهای KE، یعنی منهای K x1 علاوه K x1 دیزایرد، که با مشخص بودن مسیر مرجع، یعنی x1 دیزایرد یک مسیر مرجعی هست که اپراتور مشخص میکنه، U رو از این رابطه به دست میاریم که به صورت مجانبی x1 به سمت x1 دیزایرد میل بکنه. خب در این مثال چون دینامیک دوم یعنی x2 دات پایدار مجانبی بود و بر روی خروجی هم تأثیری نداشت، x2 دات رو اصلا در نظر نگرفتیم. اما اگه بیایم در این مثال y رو برابر x1 علاوه x2 تعریف بکنیم، در این صورت چون x2 بر روی خروجی تأثیر داره باید دینامیک دوم هم لحاظ بکنیم، چرا که در این حالت سیگنال خطا برابر ای منهای y دیزایرت هست. یعنی در واقع چون در اینجا y برابر x1 هست، ما مسیر مرجع رو با x1 دیزایرت در نظر گرفتیم که این x1 دیزایرت همون y دیزایرت، یعنی خروجی دیزایرت یا خروجی مطلوب هست. در این صورت ای برابر y منهای y دیزایرت هست، یعنی x1 علاوه x2 منهای y دیزایرت، و در نتیجه ای دات برابر x1 دات که x1 دات هم برابر منهای 3x1 علاوه 2x1 ضرب در x2 به طعن 2 علاوه u هست، علاوه x2 دات که x2 دات هم برابر منهای x2 منهای x2 به طعن 3 هست منهای y دیزایرد دات. خب پس در اینجا معادله دیفرانسیل خطا رو به دست آوردیم، مثل حالت قبل تابع لیاپانوف رو برابر 1/2 e به طعن 2 در نظر میگیریم، v دات e برابر e ضرب در e دات هست که e دات هم برابر منهای 3x1 به علاوه 2x1 x2 به طعن 2 منهای x2 منهای x2 به طعن 3 منهای y d دات به علاوه u هست. خب ما u رو به نفی انتخاب میکنیم که v دات e برابر منهای k e به طعن 2 باشه، که در این صورت u برابر 3x1 منهای 2x1 ضرب در x2 به طعن 2 علاوه x2 علاوه x2 به طعن 3 علاوه y دیزایرت دات منهای k e به دست میاد، که خود e هم برابر y منهای y دیزایرت هست، یعنی برابر x1 علاوه x2 منهای y دیزایرت هست. خب این u ای که به این صورت در نظر گرفته ایم منجر به وی دات مساوی با منهای کی ای به طعن 2 میشه، که این نشون میده که این معادله دیفرانسیل ای دات پایدار مجانبی جهانی هست. وقتی که پایدار مجانبی جهانی باشه، یعنی در بی‌نهایت به صورت مجانبی ای به سمت صفر میل میکنه، وقتی که ای به سمت صفر میل کرد، یعنی وای منهای وای دیزایرت هم به سمت صفر میل میکنه، که از اینجا میتونیم نتیجه بگیریم که وای هم به سمت وای دیزایرت میل خواهد کرد. خب بیاییم به حل یک مسئله دیگه بپردازیم. x1 دات رو برابر x2 به علاوه a به علاوه x1 منهای a به طعن 1/3 به طعن 3 در نظر میگیریم، و x2 دات هم برابر x1 به علاوه u هست. این دینامیک یک سیستم هست که a پارامتر بزرگتر از 0 و ثابت هست، و میخواییم که با استفاده از روش کنترل لیاپانوف فانکشن U رو به نفی انتخاب بکنیم که سیستم حلقه بسته پایدار مجانبی جهانی بشه. خب Vx رو برابر 1/2 x1 به طعن 2 به علاوه 1/2 x2 به طعن 2 در نظر میگیریم، که V دات x برابر x1 ضرب در x1 دات به علاوه x2 ضرب در x2 دات هست، و در نتیجه V دات به این صورت به دست میاد. x1 ضرب در x2 به علاوه AX1 به علاوه X1 ضرب در X1 منهای A به طعن 1/3 کلش به طعن 3 به علاوه X2 ضرب در X2 دات، یعنی X2 ضرب در X1 که با این در واقع جمع میشه، پس 2X1 ضرب در X2 میشه به علاوه X2 ضرب در U. حال باید این U رو به نحوی انتخاب بکنیم که V دات منفی معین بشه. مثلا میاییم V دات رو برابر منهای x1 به طعن 2 منهای x2 به طعن 2
در نظر میگیریم که یک عبارت منفی معین هست. در نتیجه با مساوی قرار دادن عبارت های 1 و 2 یو رو به دست میاریم. یو برابر منهای ایکس 1 به توان 2 منهای ایکس 2 به توان 2 منهای 2 ایکس 1 ضرب در ایکس 2 منهای ای ایکس 1 منهای ایکس 1 ضرب در ایکس 1 منهای ای به توان 1 سوم به توان 3 تقسیم بر ایکس 2 به این صورت به دست میاد. خب این یو باعث میشه که وی دات برابر منهای x1 به توان 2 منهای x2 به توان 2 بشه که منفی معین هست و این وی دات تضمین میکنه که لیمیت t به سمت بی نهایت x نرم x به سمت 0 بره، یعنی اینکه هم x1 به سمت 0 بره و هم x2 به سمت 0 بره. وقتی که x2 به سمت 0 بره میبینیم که مخرج u به سمت 0 میره که این باعث میشه که یو به سمت بی نهایت بره که این مشکل خیلی بزرگی هست، چرا که سیگنال های کنترلی در عمل سیگنال های محدودی هستن و ما باید با استفاده از همین سیگنال های محدود باید بیایم یک کنترل کننده پایدار کننده طراحی بکنیم. و همینطور میشه نشون داد که اگه ما بیایم وی دات رو به فرم های مختلفی در نظر بگیریم که منفی معین باشه و یو رو به دست بیاریم، باز هم تقریبا همچین مشکلی پیش میاد. این در واقع این مشکل از اینجا نشأت گرفته که ما کل سیستم رو یه جا در نظر گرفته ایم و می‌خواهیم که یو رو به صورت یک جا به صورت یک مرحله‌ای به دست بیاریم. برای رفع این مشکل همونطور که می‌دونید از روش پسکام یا بک استپینگ استفاده می‌کنن که در واقع همین استفاده از همین روش کنترل یا پانو فانکشن هست که به صورت مرحله به مرحله انجام می‌گیره تا اینکه یک یو مناسب به دست بیاد.